با درود خدمت شما بزرگواران، در مورد اسناد هک شده توسط گروه هکری عدالت علی میخواستم به چند نکته اشاره کنم که حائز اهمیت. البته حتی یکی دو سال گذشته ما در این مورد صحبت کردیم که هکرهای مثل عدالت علی درگیری لابی های نظام ولایت فقیه هست و در نهایتا هیچ کدوم منجر به براندازی و افشای اطلاعات محرمانه نمیشن و هر زمانی که تلاش بشه یک لابی رو به زمین بزنن توسط به هر حال گروه های هکری که برصورت از این لابی های مختلف تشکیل شدن اسناد رو بیرون درز میکنن. این بازی در سطح جهان هم خیلی وقت شروع شده، مثل افشای اسناد ویکیلیکس، پاندورا و خیلی از این افشاگری ها که در نظم نوین تلاش میکنن با چنین مسائلی کماکان مردم رو در این دایره حماقت نگه دارن که بالاخره افرادی هم هستن که قراره به عنوان پاتریوت در خدمت بشر باشن. این در همه ابعاد به چشم میخوره، زمانی که بخوان یک سرقتی رو انجام بدن، حمله کنن به کیف پولهای مردم در فلان کشور، میگن هکرهای ایرانی یا کره شمالی. به هر صورت همیشه در این سناریویی که برای مردم جهان چیدن نقش خوب و نقش منفی، نقش مثبت و نقش منفی کماکان همیشه هست و هر زمان بر اساس مقتضیات زمان این بازیگرها عوض میشن. یه زمانی با تروریستن، یه روزی هکرن و یه روزی بر صورت پلیس خوب FBI، یه روزی پلیس بد میشه FBI. و این بازی هایی هستش که رخ میده در داخل ایران هم خارج از این دور نیستش و عدالت علی هم اگر به بر صورت فرایندش نگاه کنیم میبینیم که اسنادی رو منتشر کرده که نهایتاً تضعیف یک گروه بوده. این اسنادی هم که دقیقاً 24 ساعت بعد از سناریوی بابک زنجانی در مورد بر صورت پرداخت بدهیاش بیرون اومد، یک درگیری میون لابی های جمهوری اسلامی هستش که حالا به اون بعدش کار ندارم، در یک برنامه در مورد بابک زنجانی هم صحبت خواهیم کرد. برای همین این بازی ها رو جدی نگیرین. اگر بخوام خلاصه ای از این اسناد رو خدمت شما عرض کنم، مجموعا به این نتیجه رسیدن که نظام از حضور میدانی مردم واهمه داره و تلاش میکنه که مردم در خیابان ها حضور پیدا نکنن، که یک دروغ تمام عیار هست. قبلا هم خدمت شما گفتم جمهوری اسلامی یک نظامی است که به واسطه گلوبالیسم جهانی تشکیل شد و یک نظام کپیتالیسمه. فرقش با نظام های اروپایی اینه که متشکل شده از مجموعه لواطکار، فاحشه، احمق و اراذل و اوباش که طی 43 سال فقط و فقط توانستند در منازعات خیابانی عرض اندام کنند، آن هم فقط برای مردم بی سلاح و اگر نه در قبال قدرت‌های منطقه عملا هیچ دست برتر رو ندارن و به هر صورت در نقشه اربابان جهانی بازی میکنن. برای همین این اطلاعات غلط که به واسطه این اسناد هک شده به بیرون درز میکنه باعث میشه که جامعه فکر کنه که فقط تنها راهش ریختن در خیابانه. دقیقا هم گفتیم تنها دلیلی که نمیشود از جمهوری اسلامی عبور کرد حضور خیابانیه، چون اکثریت مردم توانایی مبارزه با این اراذل و اوباش رو ندارن و این اسنادی که توسط عدالت علی بیرون درز کرده داره مسیر انحرافی رو به مردم جمهوری اسلامی، به مردم ایران نشون میده. ما قبلا هم گفتیم جمهوری اسلامی یک نظام کپیتالیستیه، یک نظام ایدئولوژیک نیست. جمهوری اسلامی از بد و آغازش اعلام کرد برای حفظ نظام میتونید از جان امام زمان هم بگذارید. این یعنی چی؟ یعنی برای ماندگاری شما همه چیز رو میفروشید، یک سری چیزها رو به بعض مردم گرفتید و طی یک زمانی دارین یواش یواش بهشون میدید. این بازی از اوایل انقلاب شروع شد، ممنوعیت شطرنج، ویدیو، ماهواره، پاسور و همه اینها به مرور زمان با مقاومت جامعه یواش یواش داده شد. یه زمانی زوم میکنن روی موضوع مثل اینترنت، اینترنت رو میان محدود میکنن و بعد دوباره مردم میفروشن و عملا این بازی هستش که نظام های کپیتالیسمی انجام میدن و از تمام اعتقاداتشون میگذرن. نظام جمهوری اسلامی از قاسم سلیمانی فخریزاده رو گذشت و آنها رو معامله کرد، انرژی هسته‌ای بر صورت محور مقاومت و حتی ولایت فقیه هم در طبق اخلاص میذاره، چون یک نظام کپیتالیسمی مبتنی بر صورت سوداوریه. هر زمانی که این انشعابات مالیشون قطع بشه تغییر مسیر میدن، نه اینکه شما بریزین تو خیابون. امروز جمهوری اسلامی در بالای شهر تهران، تبریز، اصفهان بر صورت شکل گرفته. جمهوری اسلامی دیگه اون بسیجی
ریشوی بوگندو نیست یا این عراض لوباشی که تو مجلس هستن نیستن. گادفادرهاشون اینها در خیابانهای زعفرانی، کامرانی، فرمانی نشستن و تمام بازی ها را آنها هدایت میکنن. اونها هستن که منابع مالی این ملیجک ها را تامین میکنن و اگر شما این لابی ها و این گادفادرها را بشناسید، بر صورت انشعابات مالیشون رو هدف قرار بدین، عملا بازی رو عوض خواهند کرد. برای شما دلتون بخواد جمهوری اسلامی رو بزک میکنن، کت شلواری میارن، دقیقا این بازی هایی که در کشورهای غربی هستش. اگر به حال دوست آشنایی در کشوری مثل امریکا یا کانادا یا اروپا داشته باشین، چون میگن شما بیا فوش خوار و مادر به سران حکومت بده، ولی مالیات تو بده. مالیات ندادن جرمش بیشتر از فحاشی کردنه. برای این موضوع هستش، اگر خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستیم باید عاقلانه رفتار کنیم و بدونی راه تغییر از خیابان نمیگذره. و چون نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک نیست و یک نظام کپیتالیستیه، چون اهل معامله است، در داخل ایران انقلابی دیگر رخ نخواهد داد. یعنی عملا هم معقول نیست. یعنی اگر شما انقلاب چیز مفیدی بود، در کشورهای اروپایی مردم 100 بار انقلاب میکردن. اگر مردم همون زمان عقلانیت داشتن و بر صورت به اصلاحات شاه تن میدادن، وضعیت فلاکتبار امروز رو نداشتیم. برای همین امروز باید ببینیم این انشعابات مالی نظام کجاست، آنها رو تحت فشار قرار بدیم. بانک، بورس، تراکنش های مالی و نمونه های بسیاری از اینها هستش که میشه ازش نام برد. آن زمانی که بخواهیم بر این نظام سوارشی و نظام رو در دست خودتون بگیریم، باید از طریق انشعابات مالی و فشار مالی روی نظام تغییر حاصل کنیم، وگرنه با ریختن در خیابان ها فقط در زمین جمهوری اسلامی بازی کردید. همونطور که ما از روز 25-26 شهریور اعلام کردیم 1401، راه مبارزه با جمهوری اسلامی در خیابان نیست و این یک فریبی هستش که گلوبالیسم جهانی به واسطه جمهوری اسلامی ایجاد کردن برای عبور از برصورت جماعت ارزشی به واسطه تغییر الگوریتم جامعه برای عبور از حجاب، چون به هر صورت جامعه داره حجاب رو پس میزنه و اینها هم برای ماندگاری تلاش میکنن که خب حجاب رو به مردم بدن. همین الان هم در اینجا در بالا شهر تهران شما اصلا چیزی به نام حجاب نمیدونید. تمام این مسائل در مرکز شهر برای مردم ببخشید بدبخت میشه است. در بالای شهر کسی جرئت نداره مثلا بیاد در پاساژ مثل پالادیوم یا رستوران شاندیز در این مورد حرف بزنه، چون همه آقازاده های خودشون اینجا هستن و آقازاده هایی که از ایدئولوژی پدران خودشون عبور کردن. برای همین موضوع هستش که زیاد سخت نگیری جمهوری اسلامی رو. جمهوری اسلامی رو به راحتی میشه عوض کرد. جمهوری اسلامی که خودش نوچه است، نظام های کپیتالیسمی بر اساس منافع مالیشون تغییر ماهیت میدن و اگر ما این تغییر ماهیت رو نیاز داشته باشیم باید راهش رو بدونیم. به هر صورت جمهوری اسلامی از بد و آغازش تمام ارزش های خودش رو نهایتا فروخت، زیر پا گذاشت و امروز هم برای بر صورت عبور از این چند مثلا 10 میلیون 15 میلیونی که به واسطه این ایدئولوژی پرورش داده داره، به حال این مراحل رو طی میکنه، وگرنه اینها ناموس خودشون رو برای ماندگاری میفروشن. برای همین میبینیم که هر کسی که پابند همین ایدئولوژی اسلامی، ملیگرایی و هر کسی در داخل نظام خودشون بودن حذف شده و الان نظام به حدی تحقیر شده و انقدر پایین اومده که امثال برسد رائفی پور و سعید محمد و دیگر عراض لوباش هستن که دارن بازی های حکومتی رو برای گادفادرها ران میکنن و اینها دوران پایانی شده. یعنی شما بدونید این جمهوری اسلامی تغییر ماهیت خواهد داد، بیشتر از یکی دو سال هم طول نخواهد کشید. تا همین الان هم که ماندگار شده به خاطر حمایت غرب و به خاطر درگیری میان امریکا، انگلستان و فرانسه هستش که هنوز نتوانستن منافع خودشون رو در داخل ایران با همدیگه تقسیم کنن. برای این موضوع هستش که شما دارین میبینید این حجم از برصورت حماقت رأس کار اومده و آدم‌های عاقل نظام آمدانه کنار رفتن که این سراشیبی سقوط سریع‌تر طی بشه و این کفدارهای که برصورت با واسطه ایدئولوژی جمهوری اسلامی رشد کردن به جان هم بیافتن. الان شما ببینید یه نمونه ببینید چه بلایی دارن سر مثلا یکی مثل قالیباف میارن. همه اصولگرا به جان هم دیگه افتادن، اینا یواش یواش دارن تیکه تیکه میشن. ولی شما ببینید از یکی از فرزندان اصلاحچیا مثل تاج‌زاده، خاتمی و دیگران که اصلاح طلب هستن و عملاً
تئوریسین های جمهوری اسلامی بودن، یکیشون بچهشون فساد نداره، خودشون فساد ندارن و عملا نمیبینیم مثلا بچه خاتمی، بچه تاجزاده یا بچه برای حاشیه ساز بشه. همه این لومپن هایی که مثلا میان رأس کار از حزب پایداری گرفته تا به حال حزب اصولگرای نزدیک به قالیباف گرفته، هر روز داستان داره و اینها آمدانه کنار رفتن که این کفتارها به جان همدیگه بیفتن و این تضعیف گروه هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی بودن باعث میشه از ریزش از درون آغاز بشه و تلاش کنن یواش یواش برای اینکه ماندگاری مافیا تامین بشه، مافیا تغییر مسیر بدن و بیان به سمت خواسته اکثریت مردم که ما گفتیم ازش هم ترس و واهمه داریم، چون ما منتظر این هستیم که دوران کدشرواری های برصورت خارج رفته تحلیل کرده خارج شروع بشه. کسانی که تفکرات مذهبی دارن ولی به عنوان روشن فکر حساب میشن و در داخل ایران هم اینا مجموعی هستن، این بازی ها به شدت سخت هستش و نیاز داره شما چندین سال در موردش مطالعه کنید و رفتارهای این آدم ها رو مشاهده کنید و از نمونه های رفتار بتونید تغییراتی که قرار رخ بده رو دقیقا بررسی کنید. در سال 56 هم اگر همون سال 57 اگر مثلا اوایل 57 هم کسی می اومد در داخل ایران، احساس نمی کرد که قراره مثلا دی ماه شاه از ایران بره. همه چیز از چندین وقت آماده میشه، ولی خب در جمهوری اسلامی ما دیگر به اون سمت انقلاب نخواهیم رفت. یک بازی قراره سر ایران پیاده شه که ما بهش میگیم جمهوری چهارم، جمهوری که دیگر آخوند ولایت فقیه رأس کار نیستش و جمهوری قراره بیاد که عملا مثل کشورهای دیگه قدرت به رئیس جمهور در بیاد و بازی عوض میشه، ظاهر میره به سمت یک کشور جمهوری سکولار یا یک دولت نظامی به احتمال کم که دولت نظامی در نهایت میرسه به اون جمهوری سکولار. ولی خب گادفادرها همانها هستن و باید ببینیم کشورهایی مثل امریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان چگونه منافع خودشون رو در داخل ایران حفظ بکنن. شما بدونید همیشه در این چند وقتی که نه فقط ایران، خیلی از کشورهایی در منطقه و جهان هستن، اکثر رئیس جمهورهاشون یا تحصیل کرده امریکا یا انگلیس یا فرانسه. برای همین هستش که بوریس جانسون یک زمانی اومد اعلام کرد ما داریم تلاش میکنیم مثلا بیشترین رهبرهای جهان رو در انگلستان تحصیل کرده باشن. در داخل ایران هم میبینید اجماع مثلا امریکا انگلستان شد ظریف و روحانی، دوران خاتمی هم همینطور. یعنی اگر نگاه بکنید همینه، دورانی که قرار تغییر بده دوران لومپنهای بی سواد هست. یعنی شما از رئیس جمهور مملکت بگی تا تک تک نمایندگان مجلس کسانی هستن که عملا بی سواد هستن و اینها دارن ریشه خودشون رو میزنن. این یک توضیحی بود در مورد بازی ها عدالت علی و ماهیت جمهوری اسلامی. خب بعضی همش دنبال راهکار هستن، ولی خب اینو در واقعیت دیدم، شاید در یک مجموعه خودم در 11000 نفری ببینیم 90-95% مردم مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی وقتی به عمل میرسه قرار راهکار بدیم کمتر از 3-4% اصلا موافق هستن چنین کاری رو بکنن، چون متاسفانه دنیای ما داریم وارد میشیم که اکثریت به دنبال منافع خودشون هستن و در ظاهر تلاش میکنن که به هر حال هر کاری که جمع میکنه عقب نمونه، فوش بدن، 4 تا دریوری بگن، ولی داریم میبینیم همونها دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن با پیش خرید کردن خود رو، خرید دلار طلا و به هر صورت بازی های سرمایه‌گذاری در بانک ها، خرید سرمایه‌گذاری در بورس، عملا دارن جمهوری اسلامی رو ارتزاق میکنن. ولی خب وقتی نگاهشون بکنی با پای پیجاشون بشینی میبینی که چقدر دارن فوش خوار مادر میدن به جمهوری اسلامی و نهایتا سیاهی لشکر جمهوری اسلامی هستن. و نکته آخر بدون، جمهوری اسلامی دیگر در قوم و مشهد نیست، جمهوری اسلامی در بالای شهر تهران در لواسان تهران شکل گرفته و گادفادرها در بالای شهر تهران هستند و در نهایت اینها هستند که تعیین میکنن چه کسی رأس کار باشه که اینها آزادی عمل داشته باشن. آزاده هایی که صبح تا شب کوکائین میزنن، پارتی های آنچنانی میگیرن، پول های آنچنانی خرج میکنن، اونها هستند که تعیین تکلیف میکنن چه کسی بیاد رأس کار باشه، چون برای اونها هم از خارج از ایران تعیین تکلیف میکنن، چون اکثرشون سرمایه هاشون، دیدگاهشون و افسارشون و نقطه ضعفشون دست سیستم نظام سلطه جهانی است و اونها هستن که برنامه اینها رو کنترل میکنن.